نعم مش نعم حاضر. اختيار عليك. شلون مهندس محقق اذا زين فهمت خايش شكرا ما ريكوردينغ زين خايش شكرا خيلي ممنون خیلی افتخار دارم که از طرف سازمان مهندس و در حضور بزرگواران عزیز و از طرف Special Interest Committees این افتخار داشته باشم که از شرکت کنندگان عزیز امروز سپاسگزاری کنم و از حضور آقای دکتر شریفی عزیز و برای وقتتون جانم. همونطوری که مطلع هستید سازمان مهندس گفتم با وجودی که ما الان یه جلسه داریم آقای مهندزادی اگر ممکنه میکروفونتون رو ببندید بفرمایید آقای خواهش میکنم در زیر مجموعه Special Interest Committees ما زیر مجموعه هایی داریم از جمله Agricultural Environment که برنامه امروز در واقع در رابطه با او هست اون هست Architecture Construction Management Civil and Construction Electrical and Computer Mechanical and Industrial and Aerospace and Material Mining Chemical و برنامه امروز SIC Committee Agriculture Natural Resources and Environment تاپیک بسیار ویژه و جالبی که امروز داریم Application of Pixel Mapping to Support Better Management of Agricultural Production Systems و در خدمت آقای دکتر شریفی هستیم من از حضور جناب مهندس حمیدی خواهش میکنم که برنامه را از اینجا لطف بفرمایید خیلی ممنونم آقای مهندس فروزی متشکرم از لطفتون با عرض سلام خدمت دوستان عزیز و گرامی خیلی خیلی به جلسه امشب خوش اومدید این گروه کشاورزی منابع طبیعی و محیط زیست کانون هر ماه ما سومین چهارشنبه هر ماه یه برنامه ویبینار و یا بازدیدی داریم جزو گروه های تخصصی کانون مهندس هست و امشب هم یکی از اون برنامه‌های ویبینانی اون هست که به اصطلاح داریم و در همون زمینه‌های کشاورزی، منابع طبیعی، قابل تجدید و محیط زیست در این زمینه‌ها بیشتر فوکوسمون روی این موضوعات هست در کل به اصطلاح برنامه گروهی کشاورزی. من قبل از اینکه به هر حال معرفی کنم آقای دکتر شریفی رو سخنران عزیز امشب ما رو من خواهشی از دوستان دارم که یک مرور مجددی رو بعد از اینکه برنامه تمام شد در فردا یه رو مجدد روی اون بایوی مختصر آقای دکتر شریفی که ایمیل شد براتون دوباره داشته باشید که من چون به صورت با توجه به محدودیت زمان یه مقداری من مختصر در مورد بایوی ایشون صحبت خواهم کرد که معرفی بشه آقای دکتر شریفی از این نظر من این خواهش رو دارم که بعدن یک مروری بکنید روی به اصطلاح اون چیزی که فرستاده شد با ایمیل من حالا ضمن عرض سلام مجدد به آقای دکتر شریفی و با تشکر فراوان از اینکه دعوت کانون رو کانون مهندس رو قبول کردن امشب به ویژه آقای دکتر از شهر روتردام در هلند با ما هستن که الان خیلی دیر وقت شب هست در اونجا بی‌نهایت ممنونم از لطفتون آقای دکتر شریفی فارغ التحصیل رشته مهندسی کشاورزی از دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران هستند و بعد از فارغ التحصیلی حدود 10 سالی با وزارت کشاورزی همکاری داشتند و کار کردند در اونجا و در یک مقطعی به مدت 3 سال سمت مدیر کلی خدمات کامپیوتری و استفاده از عکسای ماهواره‌ای رو در وزارت کشاورزی داشتن بعد فرصت‌های پیش اومد که آقای دکتر شریفی برای ادامه تحصیل به هلند برند و فوق لیسانس دوم خودشونو در زمینه
مهندسی فوتوگرامتریک انجینیرینگ از انستیتوی بین‌المللی علوم اطلاعات زمینی که به جیو انفورمیشن ساینس اند ارث ابزرویشن که به ITC هلند مشهور هست فوقالیسانسشون در اونجا گرفتن و در دوره دکترای خودشون رو در سال 1992 تمام کردن از دانشگاه کشاورزی و محیط زیست واخننگن در هلند در زمینه علوم کشاورزی و محیط زیست. به هر حال بعد در این فاصله اخذ این فوق لیسانس ها و دکترای خودشون به مدت حداقل 30 سالی سابقه های آموزشی، تحقیقاتی، اجرایی در زمینه کاربرد تکنولوژی اطلاعات زمینی جیو انفورمیشن در مدیریت منابع طبیعی کشاورزی، محیط زیست و منابع آبرو داشتن. سابقه آموزشیشون بیشتر برمیگرده به حدود بیش از 20 سال با انستیتوی بین‌المللی ITC که همونجا فوق لیسانس گرفته بودن و به مدت 4 سالم در واقع در اونجا در این انستیتوی بین‌المللی ITC استادیار و دانشیار اون به اصطلاح انستیتو بودن برای کارهای آموزشی و به اصطلاح مطالعاتی و تحقیقات خودشون. به مدت 4 سال هم به عنوان استاد مهمان اجانت پروفسور با دانشگاه خواجه نصیر طوسی در تهران به ویژه دانشکده نقشه‌برداری و علوم زمینی اون دانشگاه همکاری داشتن. از آقای دکتر شریفی تا حال بیش از 100 مقاله علمی در مجلات معتبر علمی بین‌المللی چاپ و نشر شده. قطعا امشب اشارهی به طرحهای مطالعاتی و اجرایی خودش با مراکز مختلف در اروپا و یا در ایران خواهند داشت. بعد از بازنشستگی آقای دکتر شرکت مشاوره مهندسی خودشون رو تأسیس کردند. البته همکاریشون رو با دانشگاه‌های مختلف و مراکز تحقیقاتی کماکان ادامه داره. من حالا از آقای دکتر شریفی با توجه به این وقت کمی که داریم من مختصر اشاره کردم، خواهش میکنن که بحث گفتگو خودشون رو شروع بکنن. اگر مواردی رو هم من اینجا به اصطلاح به شکلی کامل نگفتم، اگر لطف کنی در ضمن سخنرانی اشاره بهش بکنی خیلی ممنون میشم. بازم ممنونم که لطف کردید و تشریف آوردید. خیلی ممنونم. بفرمایید آقای دکتر شریفی. بسیار سپاسگزار، مرسی از معرفی خوب جناب حمیدی عزیز. مجددا عرض سلام و ارادت دارم خدمت همه دوستان خوب که حقیقتاً به قول خارجی ها من میس کرده بودم شماها رو به خیلی، و خوشحالم که در جمعتون هستم و به وقتی که آقای مهندس حمیدی این پیشنهاد رو کردن با علاقه و اشتیاق پذیرفتم و خوشحالم که در جمع شما هستم. عرضم به حضورتون که وارد به مطلب بشیم، بحثی که من فکر کردم مناسب باشه برای این گفتگو معرفی یه تکنولوژی پیشرفته است توی تفسیر و استفاده از اطلاعات ماهواره، خصوصا در بخش کشاورزی، که در خدمتون این رو به ارائه میدم. قبل از این که وارد مطلب بشم یک مقداری خدمتون عرض کنم که من بیشتر توی سوابق کاریم بیشتر کارم روی چه زمینه هایی بوده. من دانشیار به مؤسسه به اصطلاح ITC بودم، در مسئول گروه برنامه ریزی و تصمیم گیری Planning and Decision Making Concept and Methods.
و این رو خودم ایجاد کردم از سال 95 و تا زمانی که بازنشسته شدم تا 2010 هنوز مسئول اون بودم و به مدت 8 سالم رئیس یک گروه بین‌المللی بودم در این زمینه. نمیدونم آشنا هستین با International Society of Photogrammetry and Remote Sensing، یک ورکینگ گروپی که در ارتباط با به اصطلاح Special Decision Support System and Location Based Management از 2004 تا 2012 و اخیراً هم که شرکت کوچک خودم رو دارم که روش کار کنم. کاری که در این پوزیشن هایی که من داشتم انجام میدادم بیشتر کارم تحقیق و توسعه بوده در ارتباط با کاربرد اطلاعات ماهواره در مدیریت از طریق مدل سازی، مدل اینتگریشن و توسعه سیستم های چی بهش میگیم حامی تصمیم گیری و حامی برنامه ریزی. در حقیقت تمام سعیم این بوده که در دنیایی که ما زندگی میکنیم ما از یک پور دیتا انوایرمنت رسیدیم به یک ریچ دیتا انوایرمنت. شما در هر زمینه ای که میخواین تحقیق کنین یه سرچ که بکنین هزاران مطلب براتون پیش میاد و بحث با اینه که این اطلاعات رو چطوری استفاده بکنین و بحث من تحقیق و کاربرد و کارهایی که انجام دادم تمامش روی به اصطلاح سیستم هایی بوده که بتونه این اطلاعاتی که بیشترشون هم توی پابلیک دومین هستن مورد استفاده مدیریت قرار بگیره. اتفاق ناگواری افتاد. اوکی. برای امشب من سعی میکنم که بیشتر از یک ساعت، شاید هم کمتر، چون فهمیدم که بعضی از دوستان ساعت 7 بعد جلسه رو ترک کنن، سعی میکنم مختصرتر صحبت کنم و بحثم بیشتر این خواهد بود که اول یه نگاهی میکنیم سریع به استیج های دیولپمنت توی کاربرد اطلاعات ماهواره و بعد از اینکه اون رو نگاه کردیم یک خیلی به صورت بریف دو تا پروژه رو که در حقیقت من توش سهم مهمی رو داشتم و یکیش رو در ایران پیاده کردیم و دیگری در قابل پیاده شدن، یعنی در سطح بین المللی در حال پیاده شدن هست، خدمتتون خیلی خلاصه معرفی میکنم و بعدش هم در خدمتتون هستم برای سوال و دیسکشن. از دیدگاه خود من به اصطلاح سه استیج مهم ما داریم توی توسعه توی استفاده از اطلاعات ماهواره در به طور کلی، چه در منابع زمینی، چه در کشاورزی، محیط زیست و در هر مورد. در حقیقت من اینها رو به سه استیج طبقه بندی کردم که این سه تا استیج رو خیلی خلاصه خدمتتون ارائه میکنم. البته این دنباله صحبت‌های جلسه قبلی دوست عزیزمون آقای دکتر خرم هست. ایشون بیشتر ریموت سنسینگ رو توضیح دادم، من دنباله اون در حقیقت بیشتر روی اپلیکیشن فوکوس کردم و اون هم بیشتر توی بخش کشاورزی.
استیج اول رو ما بهش میگیم کاور دیتکشن یا کاور یوز اند یوز دیتکشن. یعنی در اینجا در استیج اول که برمیگرده به سال 1971-70 به بعد، بحث بر این بود که ما از طریق عکس‌های ماهواره‌ای بدونیم که روی زمین پوشش زمین چیه. اولین فاز ما این بود که ما ببینیم پوشش چیه، این آیا کشاورزی، مرتع، جنگل، شهر، آسفالت چیه. یک مقدار جلوتر این بودیم که بفهمیم که خب حالا که ما فهمیدیم این منطقه سبز یا کشاورزیه، ببینیم این چه نوع کشاورزیه، این دیم، این آبیه، این باغ، این مرتع، این جنگل، این چطوری استفاده میشه، چه استفاده ای از این به اصطلاح اوبجکتی که روی زمین هست، چه استفاده ای ازش میشه، که این رو در اصطلاح ما بهش میگیم یوز. بنابراین توی استیج اول ما کار این بود که ما ببینیم که پوشش چیه، از این پوشش چه استفاده ای انجام میگیره. چطوری این انجام میشد؟ این یه عکس ماهواره، حالا یا از طریق عکس هوایی یا از طریق ماهواره یا از طریق زمینی، ما یه عکس از یک آبجکت میگیریم و اینجا میخوایم بگیم از طریق این عکس بگیم که اون پوشش از چه چیزهای تشکیل شده. خب این درست مثل این میمونه که ما از یک آدم یه عکس بگیریم و بخوایم بگیم که این آدم چطوری عمل میکنه، توی چطوری تصمیم گیری میکنه. و این فقط ما اگه بتونیم از روی عکس تشخیص بدیم که این آدم کیه، خب خیلی هنر کردیم. در بحث عکس از خودمون بگیریم کار راحت تره، ولی در عکسایی که از طریق ماهواره و عکسای هوایی میگیریم، این کار با یک عکس شناخت کاور و یوز کار سخت است. بنابراین دقت بالایی نداشت، نه در دور ما اسپیس، نه در مقیاس و نه در تن. بنابراین اپلیکیشن محدودی است. بنابراین توی این استیج فوکوس بیشتر روی این بود که ما ببینیم، نقشه برداری کنیم از پوشش سطح زمین، که البته خب در این کار در مقیاس های مختلف، در مقیاس مزرعه، در مقیاس منطقه، در مقیاس کشور، در مقیاس کنتیننتال، این به اصطلاح لند کاور، لند یوز تهیه شده، که من یه نمونه رو حتما خدمتتون نشون میدم، جالب باشه. حالا این بر چه اساسی ما میتونستیم تشخیص بدیم که روی زمین چیه؟ اینجا فرض بر اینه که هر پوششی که ما روی زمین داریم، این پوشش یک کاراکتریستیک کورو داره، که اگر ما در طول موج‌های مختلف به اون آبجکت این انرژی رو بتابونیم، این در طول موج‌های مختلف یه مقدار انعکاسش رو ضبط کنیم، یک کوربی رو برای ما تشکیل میده، که مثلا فرض کنین اینجا سبز، این ویجیتیشن رو که بگیریم، این میگه هلسی ویجیتیشن، این کورب سبز رو میگیره، خاکی همچین کوربی رو پیدا میکنه. این به اصطلاح تئوریتیکال بیسیکش هست. برابر این اگر ما یه تعدادی بیایم عکس بگیریم از این اوبجکت های مختلف در طول موجای مختلف، بنابراین میتونیم روی عکس این کوربا رو دوباره بسازیم. اگه اون کوربی که تشکیل شد این شکل این سبز رو پیدا کرد، میگیم این ویجیتیشنه. اگر این شکل رو پیدا کرد، میگیم این خاکه. و از این طریق بتونیم به اصطلاح اشیاء روی زمین رو بشناسیم. البته برای این که دقیق بکنین،
بنابراین برای اینکه ما ریکانسترکت بکنیم این کورو رو طبیعی است که باید تعداد زیادی عکس بگیریم توی این باندها که توی ماهواره های مختلف از 3 تا 4 تا تا 256 تا تا حتی 1000 عکس توی باندهای مختلف توی به اصطلاح نوارهای مختلف گرفته میشه که بتونن این کورها رو ریکانسترکت کنن. ولی با همه این تفاصیل هنوز این دقتش کم خواهد بود. بعد از این مرحله وارد شدیم توی چنج دیتکشن، چون ما میدونیم مثلا پس منحاله کشاورزی که ما بیشتر باش ارتباط داریم، کشاورز یه موقعی محصول کاشته شده زمین یه جوریه، یه موقعی تازه رشد کرده، توی دوران مختلف رشد چیزهای مختلفی رو داره، بنابراین توی زمانهای مختلف این کوربش متفاوته. چیز اومد که ما بیایم چنج دیتکشن کنیم ببینیم که این تغییرات رو ببینیم که چطوریه، که یک آبجکت یک کابلی در طول زمان چطوری تغییر میکنه که از اون طریق بتونیم بهتر این رو شناسایی بکنیم. در اینجا در چنج دیتکشن بحث بیشتر بوده روی این که ما ایونت مپینگ کنیم که ببینیم چه روی زمین تغییرات چطوری اتفاق میفته، که توی این مثلا من یه نمونه رو دیدم، این حتما قیافش آشناست به نظرتون، این دریاچه ارومیه است که توی سالهای مختلف میبینین چطوری است، بچه بلای به سرش اومده که اینجا میبینیم. من میخواستم دو تا چیز مختلف رو خدمتتون نشون بدم، ولی فکر میکنم که به دلیل اینکه یکم دیر شروع کردیم شاید یک دونه چیز رو بیشتر نشون ندم، فرصت نکنم. این در حقیقت نقشه لند کاور و تغییرات زمین در که الان تهیه شده توی پابلیک دومین هم هست، به صورت اینترنت در حال توی تمام دنیا رو داره و ما الان یه قسمتی از ایران رو نگاه میکنیم، چون دوست عزیزمون از مهابادی و دریاچه ارومیه هم یکی از چیزهای مهمه، من این دریاچه ارومیه رو خواستم نشون بدم که این در حال میبینین که تقریبا خوش شده. اخیراً فهمیدم که حدود کمتر از 10% دریاچه آب داره و این بلا به سرش اومده، و اینجا اگر نگاه کنیم میبینیم که این در حال آبی که قرار بوده بره به دریاچه صرف همین در حال ببخشید آقای دکتر معذرت میخوام، اون الان اسلاید نقشتون روی تصویر ما نیست. پس من دارم برای خودم چاپت میکنم، ببخشید. عذرخواهی میکنم، مرسی از این که توضیح دادین. الان اومد؟ بله بله، الان دریاچه ارومیه رو داری. البته نه ببخشید، این ارومیه نیستش. بله اینجا الان اومده، این دریاچه اون سفید رود بود، الان این سد این مهاباده. درسته، مهاباد و این اراضی کشاورزی و باغات مهاباد که البته میشه بزرگترش کرد و دقیقترش کرد و اینها رو دید. این در حقیقت این همون تکنولوژی لند کاور لند یوزه که الان اینجا که نگاه کنیم بهش
ببینیم که این دریاچه به ارومیه است که در حقیقت الان حدود کمتر از 10% آب داره و این بالا به سرش اومده. البته یه چیز دیگه هم شاید بد نباشه ببینیم، این همین کار رو یک مؤسسه دیگری انجام داده که این رو شما میتونین حتی تغییرات زمانیش رو ببینین. این دریاچه رو من یک کمی بزرگ میکنم و اینجا میبینین که این از در طول سالهای مختلف، این الان سال 2021، این 2020، این تغییراتش رو که میبینین توی سالهای مختلف رو نشون میده. این در حقیقت کار لندیوز چنجه و این کار شما این چیزا رو میتونید توی این در حقیقت تمام گلوباله. حالا ایران اطلاعات کمتری داره، شما میتونید توی کانادا، توی هر جای دنیا رو در حال اینجا بگیرین و این اطلاعاتش رو ببینین. یعنی این اپلیکیشن هاییست که واقعا بر این اساس ساخته شده و به آماده استفاده است. ببخشید آقای دکتر، کدوم آپشن رو زدید تا تونستید نقشه رو بیارید؟ من نمیتونم پیدا کنم نقشه رو. این آپشن رو این توی اینجا، یعنی یه دونه شما قبل الان اونجا که وارد چیز شدی با شما اومدم جلو، فقط نمیدونم کجا رو کلیک کردید که وارد نقشه شدید. نقشه رو اینجا، این نقشه رو من قبلا اکتیف کردم، اینجا نگاش کردم. ولی اگه شما بخواید این اسلاید من، این سایتش اینجاست. من همون سایت رو رفتم، الان سایت رو زدم، فقط اون قسمتی که الان کلی آپشن هست روی اینا نمیتونم پیدا کنم، اون چیزی که شما کلیک کردین روش رو. وقت جلسه رو نمیگیرم، بعدا از شما میپرسم. آره بسیار خوب، مرسی. الان دو تا اسلاید رو هم افتادن آقای دکتر. الان درسته؟ الان یه اسلاید هست که همون کانتنت. آره آره بسیار. اون از در حال دو مرحله رو من خدمت شما گفتم، یکی لند کاور و لند یوز بود، یکی لند یوز چینج بود. مرحله سومی که مرحله پیشرفته تر هست، مرحله است که ما اسمش رو گذاشتیم پیکسل مپینگ. یعنی ما بریم در حقیقت اون کوچکترین جزء یک عکس رو که ما بهش میگیم پیکسل، اون پیکسل رو نقشه رو تهیه کنیم. پیکسل مپینگ در حقیقت هدفش اینه که ما ببینیم که روی هر کوچکترین پارت به اصطلاح جزء یک عکس اونجا چه پروسس های اتفاق میفته و چه جوری اتفاق میفته. در حقیقت ببینیم که مثال میذارم، اگر اونجا میگیم گندمه یا محصول کشاورزیه، این گندمه ببینیم چطوری رشد میکنه. اگه میگیم این باغه، ببینیم این باغه چطوری رشد میکنه. اگر محیط زیسته، ببینیم این مثلا ران آف دوری به آب جریان پیدا میکنه. اگر محصول کشاورزی، ببینیم محصول ما چطوری رشد میکنه از ابتدا تا انتها. اگر مسئله محیط شهریه، ببینیم این شهر چطوری رشد میکنه، اون ساختمونسازی کجاها انجام میشه، در حقیقت لند یوز پلانینگ رو بتونیم باش انجام بدیم و اون بفهمیم که این فرایندها توی سطح زمین چطوری اتفاق میفته. این مرحله پیشرفته در حقیقت کاربرد اطلاعات ماهواره است.
که در حقیقت شامل این استپا هست. اولش اینه که ما بدونیم اون پیکسل رو آیدنتیفای بکنیم، اون کوچکترین جزء رو، نقشش رو پیدا کنیم که ببینیم این چیه. بعد این رو مدل سازی بکنیم. مدل سازی منظور اینه که تمام اطلاعاتی رو که ما داریم در مورد اون پیکسل خاص، اینها رو با هم تلفیق کنیم و اینتگریت کنیم تا ببینیم که روی اون پیکسل چه اتفاقی میفته. اگر مثال بزنیم، بگیم مثلا این پیکسل گندم، این تیکه توی مزرعه گندم، این چطوری رشد میکنه، این چطوری، چقدر آب مصرف میکنه، چقدر تشنه است، الان آب احتیاج داره، احتیاج نداره، پود احتیاج داره، احتیاج نداره. در حقیقت اطلاعات جزئی تری رو از این بگیریم. بنابراین پیکسل مپینگ تکنولوژی که تمام اطلاعاتی رو که ما داریم، اطلاعات مختلفی رو که داریم، اطلاعات هواشناسی، اطلاعات زمینشناسی، اطلاعات گیاهشناسی، اطلاعات زمینی، همه این اطلاعاتی که داریم از یه منطقه، اینا رو با هم از طریق یه مدل های با هم تلفیق کنیم و بعد ببینیم که توی اون پیکسل، توی اون تیم خاصی که مورد نظر ماست چه میگذره. که حالا مثالش رو من خدمتتون خواهم گفت. در حقیقت پیکسل مپینگ اطلاعات ماهواره های مختلف رو میگیره، نقشه های مختلفی، نقشه های خاکشناسی، نقشه های هواشناسی، اطلاعات زمینی مختلف، نالجی که ما داریم، همه اینها رو با هم تلفیق میکنه و در حقیقت یه چیزی رو تولید میکنه به اسم سمارت پیکسل. که البته این سمارت پیکسل اون پروسه اول و دوم رو که لند یوز و لند کاور و لند یوز بود، اینها رو شامل میشه و اونها رو، دقت اونها رو هم بیشتر میکنه. من اینجا میگم ما یه ضرب المثل داریم، میگن چو صد آید نود هم پیش ماست. اگه ما این کار رو انجام بدیم، اونها رو هم دقیق تر داریم. و کاربرد این در حال اون چیزی که من خودم بیشتر انجام دادم و کار کردم توی کشاورزی، توی مدیریت منابع آب، توی بیمه محصولات کشاورزی، توی کراپ سرتیفیکیشن یا فورست سرتیفیکیشن، این چیزها کار کرد. حالا البته این چه اتفاق میفته، این بیشتر از طریق، من فکر میکنم باید سرعتم رو بیشتر کنم و بگم که در حال این پیکسل مپینگ در حقیقت از طریق مدل سازی که میکنه، اطلاعات زمینه های مختلفی که ما داریم راجع به یک پیکسل، اینها رو با هم تلفیق میکنه و به ما این امکان رو ایجاد میکنه که ببینیم در اون پیکسل، در اون زمینه ای که مورد نظر ماست چه میگذره. و حالا من در حقیقت دو تا اپلیکیشن این پیکسل مپینگ رو خدمت شما میگم که یکیش مربوط به یک سیستم است که در رابطه با ایجاد یک سیستم پایش تولید محصول برنج در کل شمال کشور من انجام دادم در سال 2011-2013 با همکاری یک سری سازمان های در ایران، سازمان فضای ایران، شرکت خودم، مؤسسه تحقیقات برنج، دانشگاه گیلان، ساری، دانشگاه گلستان و تعداد زیادی در حال شرکت های کوچیکی که توی این زمینه ها میتونستن کمک کنن. در خارج هم از مؤسسه واتر واچ و ایلیپ کمک گرفتم، آی تی سی هلند کمک مشارکت داشته و یک شرکت اینترنشنال ایمیجینگ در لندن، که این شرکت در حقیقت هر 10 روز یک بار تمام شمال ایران رو برای ما
عکس ماهواره میگرفت. خب برای این یکم تأخیر داشت و هدف این پروژه چی بود؟ هدف این پروژه در حقیقت این بود که ما اول به سطح زیر برنج رو اندازه گیری بکنیم، محصول برنج رو که تولید میشه اندازه گیری کنیم، این چقدر تولید برنج داریم، چه در هر مزرعه، در ده، در شهر، در استان، در سه استان شمالی کشور، و پروداکتیویتی رو اندازه گیری بکنیم و ببینیم که در حال پایش کنیم تولید محصول برنج رو از لحظه کاشت تا برداشت هر ده روز یک بار. بنابراین هر ده روز ببینیم این چه مقدار رشد کرده و این رو از طریق در حال ریموت سنسینگ انجام دادیم. این سیستمی که برای این ایجاد شد در حقیقت سه تا کامپوننت اصلی داشت. یک کامپوننتش دیتا پروسسینگ بود، یکی رایس مانیتورینگ و یکی هم یک به اصطلاح سروری که بتونه اطلاعاتی رو که این سیستم ایجاد کرده در اختیار استفاده کننده های مختلف توی جاهای مختلف وزارت کشاورزی، نیرو یا هر جایی که استفاده کنند قرار بده. من اینجا خیلی خلاصه میگم که این دیتا پروسسینگ چه کامپوننت های داشت. این دیتا پروسسینگ در حقیقت دو تا کامپوننت اصلی داشت. یک کامپوننتی که سطح برنج رو اندازه گیری میکرد و یکی کامپوننتی که در حقیقت فوکوس میکرد روی تولید محصول، که در هر پیکسلی ما ببینیم که تولید برنج در چه مرحله و چقدر رشد کرده. این در حقیقت شاید یک کمی به دلیل کم که وقت ازش بگذاریم، این ساب سیستم به اصطلاح تولید محصول، این ساب سیستم تولید محصول به اصطلاح پیچیده ترین قسمت این سیستم بود و اون کارش اینه که در حقیقت اون مدلی که من عرض کردم، این محصولی که شروع میکنه از کاشت و به تدریج رشد میکنه تا میرسه به مرحله برداشت، ما در هر استیجی هر ده روز عکسای مختلفی از این منطقه کل شمال میگرفتیم و همراه با اطلاعات هواشناسی و همراه با اطلاعات زمینی، نقشه های تقسیمات کشوری، نقشه های خاکشناسی، اطلاعات ایستگاه های هواشناسی، اینها رو توی اون مدل ها تلفیق میکردیم که اون مدل در حقیقت همچین شکلی داره. حدود 35 تا پروسس داشت که از اینجا شروع میشد و این آخر در حقیقت پیکسل های 25 متر رو به ما میداد که در هر 25 متر ما ببینیم برنج ما چطوری رشد کرده و رشدش چطوری پیش رفته. یه خلاصه از این که بگم که دیتا هایی که استفاده شد برای این، در حقیقت یه قسمت عمدش اطلاعات هواشناس، اطلاعات ماهواره‌ای بوده در مقیاس های مختلف و اطلاعات زمینی و نقشه های
خاک و توپوگرافی و ادمنستریشن و این چیزها که این انواع ماهواره‌های مختلف است که عکساش توی این پروژه مورد استفاده قرار گرفته و این هم در حقیقت نقاط بوده که ما فیلد دیتا جمع‌آوری کردیم فیلد دیتا برای این پروژه جمع‌آوری شده این فیلد دیتا ها اینطوری بوده که این نمونه ها به هر ده روز جمع‌آوری می‌شده خشک می‌شده توی آزمایشگاه بعد بسته‌بندی و اندازه‌گیری و حجم و وزن‌های اندام‌های مختلفش جدا می‌شده وزن می‌شه و در نهایت در حال مورد استفاده مدل قرار می‌گیره اینها ایستگاه هواشناسی شمالی که مورد استفاده قرار گرفته و دیگه بند روی تکنیکش نمیرم میرم روی تولیداتش که تولیداتی که اینجا انجام بستوا به دست اومده اطلاعاتی میدم چون شاید بیشتر برای شما جالب باشه این سه تا استان که شمال که داریم این متوسط تولید در هکتار شالیست در گیلان و گلستان و مازندران و این اگر بریم یکم جزئی نگاه کنیم این نقشه تولید برنج در سه تا استان اگه توی یه استان نگاه کنیم توی گیلان البته ما اینجا وارد جزئی نمیشیم ولی ریز اینا هر پیکسل هر دونه دونه روی هر کدوم از این نقاط که شما کلیک بکنین این اطلاعات رو به شما میده که این تولیدش چقدر مال کدوم استان مال کدوم شهر مال کدوم به اصطلاح ویلیج یا بعد اگر روی همون نقطه کلیک کنیم این میگه این تولید این عملکردش این آبیه عملکردش رو نشون میده اوریج مقایسه میکنه با اوریج ویلیجش مقایسه میکنه با اوریج شهرش مقایسه میکنه با اوریج به اصطلاح استانش و این به اصطلاح دیستریبیوشن تولید بایومس است که توی این استان ایجاد شده اگه دقت کنین میبینین که دو تا پیک داریم اینجا یه پیک اینه یه پیک اینجاست و این پیک معلومه که این مربوط به دو تا واریته مختلفه و این چارت تولیدش رو مال هر شهرستان های مختلفه یعنی چون ما اینا رو روی هر پیکسل 25 متر داریم میتونیم روی هر سطحی که بخوایم این اطلاعاتش رو بگیریم این اطلاعات تولید این مال گیلان بود مال اون دوتا استان دیگه هم هست که ازش میگذاریم من سطح زیر کشت رو هم نشون میدم همین اطلاعات رو در مورد سطح زیر کشت داریم می‌دونیم که ما همیشه مناقشه داریم که نمی‌دونیم سطح زیر کشت برنجمون توی شمال چقدره تمام اطلاعاتش در حقیقت سیاسی است توی گیلان نگاه کنیم یا توی یکی رو توی مازندران نگاه کنیم شاید بهتر باشه نمونه از مازندران هم دیده باشیم این
سطح اینه توی شهرستان‌های مختلف که اینا رو البته هم جدولی داریم هم نقشه‌ای داریم و همین که این نقشه‌ش اون جدول اون گرافشه و اینا رو به صورت چیز هم در هر حال جدول هم میتونیم داشته باشیم. من یه چیز دیگری که مهمه بایومس رو نشون میدم که در حقیقت چون ما ده روز اینها رو ده روز اینها رو ما نگاه میکردیم، این نقشه بایومس رو بایومس تولید شده است از کشت تا برداشت و اینجا نگاه کنین این تایم سری این رو نشون میده که هر کدوم از این ده روزه هایی که ما عکس گرفتیم این مقدار متوسط در حقیقت عمل کرده بایومس بوده در هکتار. و اینجا کیستوگرام میش رو نشون میده این دیستریبیوشن پیکسلاش کاملا نرماله و این هم باز چارت سطح توی شهرستان‌های مختلف. من با توجه به فرصت کمی که داریم یک کمی سریع‌تر می‌گذارم. یه بحث مهمترش بحث آبه که برای مدیریت منابع آب این خیلی مهمه که ما تبخیر تعرق نقشه تبخیر تعرق رو که چه مقدار آب مصرف میکنه برای مصرف میشه برای تولید برنج این رو اینجا کاملا میبینیم. اینجا باز دوباره روی هر چیز که کلیک کنیم این به مقدار تبخیر تعرق این رو در طول دوره رشد هر ده روزی که ما عکس برداری کردیم به ما نشون میده، اوریجش رو نشون میده. اینجا مقدار تبخیر تعرق رو میبینیم و این هم هیستوگرامش رو میبینیم که هیستوگرام رو نگاه کنین میبینیم که این پیکای مختلفی داره این پیکسل ها و این نشانه از واریته های مختلفی است، بیشتر است که در مازندران کشت میشه. اینو کاملا توی این هیستوگرام ها ما میبینیم. از این هم بند اینجا به واتر پرودکتیویتی رو داریم که خیلی مهمه. من چون وقتم داره تموم میشه دیگه نمیرم، سویل مویستر رو داریم که میدونیم که در هر ده روزی که ما داریم سویل مویستر اون زمین چطوری است و چقدر بوده و این اجازه رو به ما میداده. این طول دوره رشد رو به ما نشون میتونستیم اندازه بگیریم که این آبی ها اینجا به ما نشون میده تمام پیکسل هایی که طول دوره رشدشون 90 روز بودن. در واقع من از این تصویر رو خیلی دوست دارم چون به نظرم یه نقاشیه، یه آرت ورکه. آی دکتر فکر کنم نیم ساعتی وقت دارید از الان فکر کنم. من آخه یه بحث دیگری هم دارم. ببخشید. این بحث این و natural stress map weather related map که اینا رو نمیرسم نشون بدم و یک نگاهی میکنیم به کوالیتی این دیتایی که در حقیقت تولید شده. این
پروداکتر کوالیتی سنسیتر بود. اون اندازه گیری مقایسه که ما با اون نمونه های زمینی گرفتیم در برای ثبت دقت در حدود 90% رو داشتیم، برای تولید عمل کرد دقت 80-82% رو داشتیم که البته من از این دیتیلش رو داشتم، فکر میکنم حالا اگه سوال داشتین دیتیلش رو که توی شهرستان ها و چطوری اندازه گیری شده اینها رو بعداً میتونم توی پرسش پاسخ اگر علاقمند داشتین دیتیل کوالیتی اسسمنتش رو شاید بد نبود یه چیزش رو نه فرصت نداریم. بریم روی بحث دوم. توی این قسمت بیشتر فوکوس هست روی آبیاری، یه سیستم سمارت ایریگیشن منیجمنت، سیستمی که در حقیقت ساخته شده برای ادوایزری به بهره برداران که بتونن منابع آبشون رو در حقیقت مدیریت کنن. ما اسمش رو فارسی من گذاشتم مدیریت هوشمند تخصیص توزیع مصرف آب کشاورزی، که این در حقیقت این آقای پروفسور بین باستیانسن یکی از دانشمندان است که حقیقتا توی این زمینه one of the top expert in the world. من باز با توجه به فرصتی که دارم الان ساعت تقریبا یکه، من فرصت زیادی ندارم روی این. در حقیقت بحثی که ما داریم بحث آبیاری توی اکثر جاها مخصوصا توی کشور خودمون اوور ایریگیشن رو داریم و اندر ایریگیشن، و در حقیقت یه مشکل دیگری که ما داریم باز اینی که ما سیستم تخصیص و توزیع درستی نداریم و اصلا پلانینگ و مانیتورینگ نداریم. بعد این چیزی به اسم پلانینگ و مانیتورینگ، این همه ما بحث به اصطلاح وضعیت بحرانی آب رو داریم ولی متاسفانه هیچ کدوم از اینا رو نداریم و همش کنفرانس داریم و صحبت میکنن در ارتباط باشیم. الان بحثی که توی مدیریت منابع آب مطرحه توی خیلی از کشورها مثلا توی کشور خودمون ایران بحث به اصطلاح آبیاری هوشمنده. آبیاری هوشمند چرا مطرحه؟ هر چیزی که چون متاسفانه در کشور ما هر چیزی که سافت ویر اورینتد باشه جایگاهی نداره، هر چیزی که هارد ویر اورینتد باشه هارد ویر اورینتد خریدار داره. حالا دلیلشو من مطمئنم شما بهتر از من میدونید، اگر هم اشکال داشتین از امین علیزاده خودمون بپرسین، اون بهتون دقیق میگه که اشکال کار کجاست. هر تا بخوای سد سازی و شبکه سازی و این چیزا روبراه دستگاه خریدن و تجهیزات خریدن خیلی مده، و به همین الان بحث اسمارت ایریگیشن خیلی به بحث روزه که اسمارت ایریگیشن چیکار میکنه. در حقیقت بحثش اینه که اتوماتیکلی بیاد آبیاری رو انجام بده برای ما، اتوماتیک به ما بگه که چقدر آب احتیاج داریم، مطابق اون احتیاجی که داریم شیرا رو باز کنیم و در حال شیرا اتوماتیک باز بشه و آبیاری بشه و در حال ما هم کیفشو بکنیم.
این در خلاصه در حقیقت اسمارت ایریگیشنه. در حقیقت ما بتونیم به صورت هوشمند کراپ واتر ریکوایرمنت رو اندازه گیری بکنیم، به صورت هوشمند این رو اجرا بکنیم، آبیاری بکنیم و هوشمند هم مانیتورش بکنیم. این میشه یه اسمارت ایریگیشن کامل. اما اسمارت ایریگیشن رو از طریق زمینی ما اگه بخوایم انجام بدیم که الان توی ایران خیلی دارن روش کار میکنن اینها، به احتیاج داریم که ما بتونیم ورودی آب رو اندازه دستگاه داشته باشیم که اتوماتیک بتونیم ورودی آب به مزرعه رو اندازه گیری بکنیم، تمام دیسچارج استرکچر کامل داشته باشیم، اتوماتیک کنترل گیت داشته باشیم، ویدر استیشن لوکال داشته باشیم توی مزرعه، سویل موشتر سنسور داشته باشیم به تعداد زیاد و یه سیستمی رو داشته باشیم که بتونه این اطلاعات سنسورا و منسورا و همه اینا رو جمع بکنه و پروسس کنه و به ما بگه که آقا آب چقدر احتیاج هست و شیر رو باز کنه، آبیاری انجام بگیرید. این کار البته اگر کسی توی ایران کار کرده باشه میدونه که تقریبا از محالاته، خصوصا این که ما مزارع ما این که با ما نمیشه توی یه مزرعه سنسور بذاریم که یه مزرعه وریشن داره. این وریشن یه مزرعه رو توی تعداد مزرعه رو توی کالیفرنیا نشون میده، این تمپریچر وریشن مزرعه رو نشون میده و شما نگاه کنین که این توی یک منطقه ما توی یک مزرعه چقدر وریشن داریم از نظر وریشن تمپریچر داریم. چرا وریشن تمپریچر داریم؟ چون نوع خاک فرایندی که توی اون پروسس های اتفاق میفته فرق میکنه. بنابراین این نیست که ما بگیم یه سنسور میذاریم این تو به وسط مزرعه یا چهار تا سنسور میذاریم، البته هرچی تعداد بیشتر بذاریم خب دقت بیشتری داریم. اگه بخوایم خیلی زیادم بذاریم در حال عملی نیست. در حال این سیستم smart irrigation, field-based irrigation, practically at large scale is not operational. و برای یک کشورهای مثل کشور ایران که کارگر اشتغال یکی از چیزهای مهمه، این اصلا قابل توصیه نیست. من تعجب میکنم که چطوری همکارای خوب ما در دانشگاه و شرکت‌هایی که داریم، البته من میدونم چرا این کار رو میکنن، به دلیل هزینه زیادش هر به هکتاری حداقل، من یه پیشنهاد رو دیدم مال دو سال پیشه که الان قیمت‌ها حتما خیلی فرق کرده، حدود 10 تا 15 میلیون تومان برای هر هکتار چیز میخواستم. بنابراین هم از نظر عملیاتی نات پرکتیکال، هم از نظر تکنیکلی نات پرکتیکال، نه هم از نظر سوشال نات پرکتیکال. اون چیزی که شرکت ایریواچ که من هم باشون هم کاری دارم تولید کرده، این چیزیست که میگه که ما کار اپریشن رو حذف میکنیم. اپریشن که یه بهره بردار حالا چه ترادیشنال داره مزرعه‌اش رو داره آبیاری میکنه، چه آبیاری تحت فشار استفاده میکنه، کار اونش با خودش. ولی ما بهش میگیم که هر روز چه مقدار آب احتیاج داره و مرتب مزارعش رو دونه به دونه مانیتور میکنیم که ببینیم چطوری تولیدش پیشرفت میکنه.
این در حقیقت تکنولوژی است که با همون استفاده از تکنولوژی سمارت پیکسل این سیستم ایجاد شده و این به طور مرتب به طور کانتینیوس هر روز هر مزرعه رو نگاه میکنه، پارامترهای مختلفش رو اندازه گیری میکنه و هر روز صبح به هر صاحب مزرعه ای میگه که آقا جان تو مزرعه در چه حالیه و چه مقدار آب احتیاج داری، چطوری رشدت پیشرفت پیدا کرده، که این رو من در حال یه مقداری بیشتر توضیح میدم. در حقیقت یه سیستم اپریشنال و افوردبل اکسسبل ایریگیشن ادوایزری سیستم، حالا بیشتر راجبش توضیح میدم. این اصولش چیه؟ این مبناش فارمر بیسته، یعنی هیچ وقت نمیخواد جایگزین فارمر بشه، مثل اون یکی سمارت ایریگیشنی که میگه آقا آبیاری هم شیرم شما بشین تهران از اونجا شیر رو به کامپیوتر برات باز کنه. نه، این بهره بردار فارمر خودش باید این چیزی بود. در حقیقت ساپورتیست برای فارمر بهره بردار. کارش چی بهش میگن در فارسی؟ انیبلینگ که چی بهش میگیم فارسی؟ فعال کردن، حمایت میکنه، پاور بهش میده، انیبلش قدرت بهش میده، قادرسازی. چی؟ قادرسازی. نه، یه کلمه خوبی داره فارسی. ما به جایی که جایگزینش کنیم یه قدرتی بهش میدیم، یه قدرتمندش میکنید، چی؟ تقویتش میکنید، توانمند یا تقویتش، توانمند that's it، توانمند سازی. این توانمند سازیه در حقیقت بهره برداری. ساده است به طوری که بهره بردار بتونه استفاده کنه، یعنی طوری ساخته شده که یه کارشناس میتونه ازش استفاده کنه و یه بهره بردار ساده هم میتونه استفاده کنه، یعنی بر اساس با توجه به نالجی که اون بر استفاده کننده داره میتونه از این بیشتر استفاده کنه. این کاملا ساتلایت بیسته، هیچ اطلاعات زمینی اگر باشه کمک میکنه، ولی اگر نبودم it is satellite based available accessible and affordable، یعنی یه چیزی شما امروز تصمیم بگیرین از هفته دیگه میتونی شروع کنی به کار و نه هاردویر خاصی میخواد نه سافتویر خاصی میخواد، چیزی که احتیاج داره یه سمارت فون میخواد، یه لپتاپ میخواد و اینترنت اکسس، نو اسپیشل هاردویر سافتویر ریکوایرمنت. اوکی، وی گو فردر. این در حقیقت پرینسیپلش ساتلایت میجرمنت و ویب اپلیکیشن و مبینایی که در حال تئوری هست. این هم تئوریه، من نمیدونم چقدر آشنا باشین با سرفیس انرژی بالانس، این نحوه اندازه‌گیریه آب مورد نیاز بیشتر بر اساس این تئوری سرفیس انرژی بالانس انجام میگیره. من باز یک کمی سریعتر میرم. حالا چه اطلاعاتی رو تولید میکنه؟ این سه نوع اطلاعاتی تولید میکنه، یه اطلاعات بیسیک، یه ادوانس، یه پریمیوم پیشرفته، که این سه تا اطلاعات هر روز میاد روی موبایل بهره بردار. آقای دکتر علی خان طباطبایی توی مزرعه‌اش میاد روی سلام هم دارم بهشون، البته میاد روی موبایلش میگه آقا خیلی ممنون، پسته اون تیکه پسته الان باید اینقدر آب بش بدیم.
و حالا اینا رو من توضیح میدم یه مقدار بیشتر. و یکی این اطلاعات روزانه است که بیسیک و ادوانس و پریمیوم میده. یکی وب اپلیکیشنه که چون شما هر روز رو داری، از همون تاریخ که شروع کردی تا همون تاریخ که میری هر روز اطلاعات رو داری، بنابراین این توی دیتابیس شد میتونی هر نقطه رو در طول دوره رشدت مانیتور کنی، ببینی این چطوری رشد کرده و چطوری پیشرفت کرده. یعنی باز چون یه روز رو داری، هر روز هم داری. این هم اونجاست. اطلاعات مقیاسش چیه؟ مقیاس اینا روی پیکسلای 10x10 متریه. نقشه کوچکترین جزئی رو که این داره در حقیقت یه 100 متریه که روی پیکسل 10x10 متر این چیز رو انجام میده. این در حقیقت اطلاعاتی است که اینطوری میاد روی موبایل آدم ها. این مزرعه است که الان این مزرعه این قرمز میگه شما آبیاری احتیاج نداری، اینجا این مزرعه سبز میگه شما اینجا آبیاری احتیاج داری. حالا من یکم بیشتر توضیح میدم داره. این من از نمیدونم کی سوال کنم. آقای مهندس حمیدی شما، آقای دکتر حمیدی، من حقیقتش نمیدونم چقدر فکر میکنی من ادامه بدم این چیز رو، مدیریت جلسه. جناب حمیدی صداتون قطعه. صدای من قطعه یا صدای اونا قطعه؟ معذرت میخوام، معذرت میخوام. چقدر وقت دیگه ای میخواید از نظر کلی؟ من فکر میکنم شاید 10 دقیقه یک رو. بله. حالا به هر حال دوستان قطعا خیلی خیلی علاقمندن که بشنون که به بقیه داستانو. اینی که یه مستمع صاحب سخن را بر سر ذوق آورد. اگر لطف کنید که به هر حال همون در اون فاصله اگه بشه به اصطلاح تمام کنید که بعد فاصله دوستان که کاملا علاقمندی، کاملا علاقمند. بله خواهش می‌کنم ادامه بدید آقای دکتر. همین مشتاق بیسیکش. حالا بیسیک علاقمندن، اینی که لطف کنید ادامه بدید. بسیار اطلاعاتی رو در چه اطلاعاتی رو میده؟ بیسیک میگه که فرض کنید که این پارسل این مزرعه است که این سبزه مزرعه است که داره ادوایز بهش میده. این که میگه که این پارسل آبیاری احتیاج داره یا نداره. این سبزه میگه آبیاری احتیاج داره، یعنی اطلاعاتی که توی بیسیک میگه need for irrigation yes or no. اینجا میگه توی این میگه نو احتیاج نداره، چون این سبز یعنی حتی وت نو. over irrigation، اونایی که مزرعه‌ای که over irrigated میگه اینجا زیاد آبیاری شده. اگر احتیاج به آبیاری داره میگه مینیمم و ماکسیمم آبی که باید آبیاری کنی، و اگر احتیاج به آبیاری نداره میگه چند روز دیگه باید آبیاری کنی. این اطلاعات مربوط به بیسیکه که این رو به چه صورت به شما میده؟ هم به صورت جدول میده، هم به صورت در حقیقت نقشه به شما میده. اینجا این بیسیکه که این بیسیک رو در حقیقت ما هم به صورت پیکسلش رو میده 25x25، هم متوسط پیکسل ها رو میگیره یه مزرعه میده. الان توی این مزرعه که اینجا هست اینا پیکسله که شما میبینید توی این مزرعه ما وریشن داریم و این وریشن به اصطلاح رطوبت این مزرعه رو نشون میده که اینا مزرعه
چون میگه هر کدوم از اینا این رنگا این قرمزش به احتیاج نداره، این آبیش به احتیاج شدید داره، به سریع داره به آبیاری. این به صورت پیکسله که شما میبینید توی هر مزرعه هم وریشن زیاده. حالا اگه ما بخوایم این رو وریشن رو، این یه کاربرد داره که در حال اون مدیر چیز میبینه که توی این مزرعه هست کجاهاش آبیاری خوب میشه کجاهاش آبیاری نمیشه که بتونه مدیریتش کنه. اگه فقط بخواد ببینه که مزرعه آبیاری میشه یا نمیشه، این متوسط چیز رو میگیره که میبینه داخل مزرعه وریشن رو میگه. این ادوایس بر اساس به اصطلاح اون یونیت هست، بر اساس مزرعه است. البته من این رو توی مزرعه آب و خاک کرج تست کردم. این دوستانی که با هم سربازی بودیم، این نزدیک پادگانمونه که من اینجا رفتم برای این تست، سری هم به پادگان زدم. این مزارع مهندسی زراعی سابقه که الان شرکت آب و خاک و این مزارع اونجاست. البته چون فرصت نداریم این پیکسلار، این چیز رو که این ویجیتیشن ایندکس، در حقیقت این کاور چیزه، میبینین که این مزارع کاورشون چقدر یک نواخت نیست و همه اینا اطلاعاتی است که به ما کمک میکنه که ما بتونیم مزرعمون رو بهتر مدیریت کنیم. این اون در سطح پیکسلش بود، این در سطح مزرعش. اینجا ادوانسش، اون بیسیکش بود. من گفتم 10 دقیقه فکر میکنم سریعتر میگذارم. ادوانسش اون بیسیک ها رو میده، به اضافه این که اطلاعات مربوط به رطوبت خاک رو میده، سول واتر پتانسیل توی روت زون رو میده، سول موشتر تاپ سول رو میده، اکچوال اواپوترانسپریشن رو میده، کراپ کوفیشنت رو میده. این که میگم هر کسی بر اساس این که چقدر اطلاعات آبیاری داره و چیز داره میتونه از این اطلاعات استفاده کنه. این هم باز به چه صورت میگیره؟ به صورت جدول میگیره، به صورت نقشه میگیره، به صورت گراف میگیره. من اینا رو یک کمی، این باز همون توی مزرعه سول موشتر توی 27/6/2020 توی همین آب و خاک کرج، این مزرعه شماره 3. آها، این یه چیز جالبیست من که توی این خیلی مهمه، من این رو بیشتر توضیح بدم. یکی از اطلاعات دیگری که میگه در پروفیل خاک، در پروفیل خاک اطلاعات از روز اول تا الان که داره مانیتور میکنه این رو نشون میده. این پروفیل خاکمونه، این منطقه در حقیقت سچوریشن، این منطقه فیلد کپاسیتی، این به اصطلاح منطقه است که کریتیکال لول. الان اگه خوب نگاه کنیم به مدیریت آبیاری، میبینیم که این مزرعه به صورت واقعا قشنگ تمام آبیاریش توی فیلد کپاسیتی بوده. گیاه اصلا اوور ایریگیشن اصلا نداره و گیاه اصلا استرس نداشته. این یکی مزرعه رو که نگاه میکنیم میبینیم اینجا توی اوائل یه مقداری استرس داشته، اینجا یه مقداری اوور ایریگیتد داشته، اینجا بالا پایین داشته. این در حقیقت این رین فد کرابه که این آبیاری نشده، این بارون بوده. و اینجا که نگاه میکنیم، این مزرعه رو که نگاه میکنیم میبینیم همش توی به قسمت آبی تمامش اوور ایریگیتده. این یکی باز میبینیم که تو وریشنش،
این قسمت هاشور خورده این وریشن توی مزرعه رو نشون میده که پیکسل یه سری پیکسل ها اینجا یه سری پیکسل ها اینجا این نشون میده که وریشن رطوبت خاک توی مزرعه درست نیست خوب نیست و اینجا من این یکی رو باید سریع بگم این یه مقداری دفیسیت ایریگیشنه این شما این پوینتر من رو میبینین؟ این گوشه سمت راستی ما این دفیسیت ایریگیشن در حال میشه استفاده هست که میشه از این انجام داد این average توی فیلد این اطلاعات ریفرنسیتی قسمت ادوانسش قسمت ادوانسش اطلاعات بیسیک و به اصطلاح چیز رو میده ادوانس رو میده ولی به اضافه اطلاعات مربوط به تولید crop production water unlimited production یعنی production به شرط اینکه محدودیت آبیاری نداشتیم دقت میکنین این production واقعی این میگه که اگر مزرعه ما هیچ استرسی نداشت چقدر تولید میکرد این irrigation efficiency و irrigation performance باز این هم به صورت جدول و به صورت نقشه و به صورت گراف این رو به ما نشون میده که باز اینها به مال مزرعه کرج همون اطلاعات رو به ما میده من ازشون میگذرم حالا در حال اینا مال روزانه بود وقتی که ما روزانه رو داریم همه رو کنار هم بذاریم طول دوره رشد رو داریم دیگه میتونیم این رو در فاصله های ده روزه در فاصله های ماهیانه در فاصله های طول دوره رشد این اطلاعات رو ببینیم که این اینجا من یه مزرعه پسته است توی قزوین نمیدونم شما توی قزوین کار کردین یا اصلا قزوین رفتین یا نه یاد به خانم حسینی نژاد یاد خانم فیض نوروزی به خیر خانم سریا فیض نوروزی آره واقعا روشون شد قزوین به کار میکرد الان اینجا این مزرعه که این سه تا شیر جونه این سومه این پنجمه این ششمه ما اینجا که نگاه میکنیم میبینیم که این تمامش آبیه اینجا توی یک منطقه ای که ما به اصطلاح واتر کرایسیس داریم اینجا که میبینیم این مزارع تمام اکثرشون اوور ایریگیتد هست این ویجیتیشن ایندکس یکی از نقاط مثبت این سیستم اینه که شما پوشش رو وریشن رو میبینید این وریشن خیلی کمک البته اینا رو دکتر طباطبایی باید بگه که روی زمین کار کرده وریشن رو که شما ببینین این وریشن در حال شما رو بادار میکنه که ببینین این چرا شما وریشن رو دارین توی زمین این سویل مویستر توی باز منطقه باز دوباره اینجا نگاه میکنیم وریشن سویل مویستر رو توی این پارسلا ما خوب میبینیم و این هم این آبیاری توی همین مزرعه است میبینیم تمام آبیاری ما فقط یه تیکه کوچیکش توی چیز بوده توی به اصطلاح فیلد کپاسیتی بوده بقیهش توی اوور ایریگیشن بوده توی منطقه سچوریشن بوده و این مقدار تبخیر تعرق روزانه است تبخیر تعرق با سوم تا ششم سه و چهار و پنج و شش ماده این تبخیر تعرق باز وریشن
تبخیر تعرق رو ببینید که وریشن چقدر زیاده و مقایسه کنید با اون. شما اگه بخواید با فیلد بیس اسمارت ایریگیشن بکنید، در حقیقت مثل اینه که توی هر 10 متر در 10 متر یک سنسور بذاشتید و اینا رو توی اون منطقه نشون میده. این هم اکچوال پروڈاکشن اینجاست و این هم محصول پستست و این هم آخر به تارگت گروپ بگم: اندیویدوال فارمر، واتر یوزر اسوسییشن، پابلیک واتر منیجر، اگریکالچرال کردیت بانک، اینترنشنال فاینانشال انستیتوشن، لوکال ریژنال انفراستراکچر دیولپمنت. یه ایده هم از به شما بدم، البته اینو توی مزارع مختلف من توی ایران تست کردم، بعضی مزارعی که تست کردیم و یه ایده از کوالیتی این بگم. البته یه کتاب راجع به کوالیتی این چاپ شده، ولی به من اکتفا میکنم به دو تا مزرعه. یه مزرعه توی قزاقستان که این مزرعه به اصطلاح ذرت، این عکس تولید ماهواره است که این ایریواچ تولید کرده، ببخشید این تولید که ایریواچ تولید کرده، این نقشه تولید است که کمباین هاروستر تهیه کرده که موقعی که برداشت کرده تولید رو اندازه‌گیری کرد. حالا این دوتا رو که مقایسه میکنی، این در حقیقت اندازه‌گیری زمینیه، این اندازه‌گیری ماهواره‌ایه. شما نگاه کنین اینجاها رو، نگاه کنین این روندها رو، نگاه کنین که ماهواره نشون داده و اینا رو توی همه این پترن‌ها رو اینجا نگاه کنین. این توی قزاقستانه. آه یه نمونه دیگه هم من میخواستم نشون بدم که بعد از شمادم بیرون، اونم بد نیست نگاه کنین. اون این یکی نمونه است توی دیار شماست، توی یوکی، توی انگلیس و این باز نقشه سنسورش، فیلدشه و این نقشه ماهوارهش که اگر پترنا رو نگاه کنین میبینین خیلی پترنا نزدیک هم هستن. من دیگه این مزرعه کجا هست های دکتر؟ جانم؟ این مزرعه‌ای که می‌بینیم کجاست؟ این مزرعه؟ نه. این مزرعه توی حقیقتش نمی‌دونم. این توی فکر می‌کنم توی امریکا باشه، توی کالیفرنیا باشه. البته اونم مطمئن نیستم. مزرعه البته هلند نیست. این رو من از سایت ایریواچ برداشتم. هلند مزارعش کوچیکه نیست؟ مثل آمریکا نیست؟ هلند مزارعش نه کوچیکم نیست. کوچیکم نیست. هلند تولیدات اصلیش تولیدات گلخونه‌ایه. گله دیگه. ولی به تولیدات زراعیش مزارع بزرگ هم کوچک نیستن اونطوری. البته این سیستم رو توی هند هم آزمایش کردن، توی مزارع کوچک هند هم آزمایش شده. در حال مرسی از فرصتتون و امیدوارم که it was useful and open to any question and discussion. خیلی ممنون آقای دکتر، واقعا ممنونم از لطفت. دستمون درد نکنه. ببینید اینکه خیلی خیلی دیر وقته برای شما
و میدونم که الان میبایستی خواب باشی و لطف کردید. به هر حال خیلی ممنونم دوستان عزیز. اگر اشکالی نباشه ما یه 5 دقیقه یه بریک میگیریم که هم آقای دکتر یه نفسی تازه بکنن و بعد از 5 دقیقه دیگه برمیگردیم، اگه سوالی باشه مطرح میشه و بحثش میکنیم. خدمت. یه 5 دقیقه به اصطلاح یه رو به 8 در واقع برمیگردیم که برای سوال جواب. خیلی ممنونم. سلام آقای مهندس کوردی. سلام. من خیلی وقت دلم میخواد به شما سلام بدم، هر بار تو جلسه میبینم اتون اما وقت حرف زدن نیست. گفتم الان دیدم اتون به نعمتی میگم آقای مهندس کوردی. خیلی متشکرم. منم به آقای دکتر نعمتی و شما خیلی سلام عرض میکنم و انشالله که همیشه سلامت باشید. خیلی خوشحال شدم از زیارت. مرسی مرسی. اینم دفتر کار آقای طباطبایی این وری که خودش رفته فکر کنم بره. کتابای قشنگی هم داره. فکر کنم تو دفتر کارشه نه تو خونه. صورتشو حالا کجا هست که به اصطلاح من جست بست. آقای منسکو بودی کجا داشت دارن؟ من سندیگوی کالیفرنیا هستم. کجا؟ سندیگوی کالیفرنیا. بله بله بله. شما که تورنتو، شما تورنتو هستید. آقای مهندس فروزی اگر لطف کنید مال ریکوردینگشو چیز بکنیم ورداریم که برسیم به سوال جواب اینا. Okay.